به Spoken Tutorial در Managing Content خوش آمدید. در این برنامه یاد می‌گیریم که New Content را ایجاد کنیم، Content را مدیریت کنیم و Revisions. برای ضبط این برنامه من از Ubuntu Operating System، Drupal 8 و مرورگر اینترنت فایرفاکس استفاده می‌کنم. شما هر مرورگر اینترنتی را که می‌خواهید می‌توانید استفاده کنید. وبسایتی را که قبلا درست کرده ایم را باز می کنیم. حالا یاد می گیریم که چگونه محتوای جدید را ایجاد کنیم. ما اولین ایونت خود را اضافه می کنیم. کانتنت را کلیک کنید. Add Content را کلیک کنید. و ایونت را انتخاب کنید. ما ایونت نمونه را برای نشان دادن بعضی از مواردی که تنظیم کرده ایم تنظیم می کنیم. من Drupal Camp Cincinnati را در ایونت نیم فیلد تایپ می کنم. در Event Description field شما This is the first Drupal camp in the Southern Ohio region را تایپ کنید. توجه کنید که کادر تایید Create New Revision در اینجا روشن است. ما در اینجا و در سمت راست نباید کاری کنیم. برای حالا Event Logo را خالی رها می کنیم. ولی ما یک Event Website می خواهیم. پس ما URL را http://drupalcampcincinnati.org تایپ می کنیم. لینک تکست آن را خالی رها می کنیم. صفحه در URL واقعی می باشد. پس ما آن را برای حالا انجام می دهیم. وقتی که ما Event Date را کلیک می کنیم، یک تقویم کوچک بالا می آید. January 11, 2016 را انتخاب می کنیم. حالا ما نمی توانیم هیچ Event Sponsors را اضافه کنیم چون هنوز هیچ User Groups را تنظیم نکرده ایم. یک ویژگی مهم دیگر Drupal Inline Entity Reference می باشد. این به شما اجازه اضافه کردن User Groups را به آسانی می دهد ولی بعداً آن را یاد می گیریم. تعدادی Event Topics را داریم. ما I را تایپ می کنیم و Introduction to Drupal را انتخاب می کنیم. Add Another Item را کلیک کنیم. این دفعه M را تایپ می کنیم. توجه کنید تمام مطالبی که در آن M می باشد نشان داده خواهد شد. Module Development را انتخاب کنید. شما می توانید موضوعات دیگر را انتخاب کنید. Save and Publish را کلیک کنید. در اینجا Drupal Camp Cincinnati نود می باشد. Title, Body و Event Website که به طور خودکار یک لینک می باشد ولی در حقیقت وجود ندارد. ما می توانیم فرمت Event Date را تغییر دهیم. این یک تکسانومی می باشد. اگر این لینک را کلیک کنیم، هر یک ایونت که به Introduction to Drupal ما تگد شده است، در دسترس خواهد بود و طبق تاریخ انتشار می باشد. ما اولین ایونت نود خود را با موفقیت ایجاد کرده ایم. حالا Shortcuts و Add Content را کلیک می کنیم و این دفعه یوزر گروپ خود را اضافه می کنیم. ما به آن نام Cincinnati User Group را می دهیم. در User Group Description Field ما This is the user group from the Southern Ohio region based in Cincinnati و We meet on the third Thursday of every month را تایپ می کنیم. ما در اینجا اطلاعات بیشتری را می توانیم اضافه کنیم. URL برای این user group در اینجا http://groups.drupal.org/cincinnati می باشد. این non-existent برای حالا می باشد اما بیشتر وقتها به همین صورت است. برای پیدا کردن user group در ناحیه خود به groups.drupal.org بروید. سپس یک جستجوی سریع طبق سلیقه خود انجام دهید. تعداد زیادی یوزر گروپس در کل جهان می باشد. در گروپ کانتکت ما Drupal Space Group را تایپ می کنیم و در کانتکت ایمیل drupalgroup@email.com را تایپ می کنیم. توجه کنید که این باید یک ایمیل آدرس که درست فرمت داده شده باشد. در غیر این صورت Drupal آن را رد می کند. از بین گزینه های چند تایی گروپ لیبل را انتخاب کنید و در ایونت سپانسر ایونت را انتخاب می کنید. اگر شما فقط دی را تایپ کنید، Drupal
کم سینسیناتی در فهرست کشویی نمایان می شود. Save and Publish را کلیک کنید. ما اولین یوزر گروپ خود را با موفقیت ایجاد کرده ایم. حالا یاد می گیریم که کانتنت را مدیریت کنیم. اگر کانتنت را کلیک کنیم، یک لیست از تمام محتوا در سایت خود را می بینیم و فرقی ندارد که کانتنت تایپ آنها چیست. ما همه کانتنت را می بینیم. ما می توانیم با Publish Status، Content Type و Title فیلتر شویم. اگر ما اینجا W را تایپ کنیم و فیلتر را کلیک کنیم، فقط نوت هایی را که با W شروع می شوند را می بینیم. Reset را کلیک کنید. اگر ما چندین زبان داشته باشیم، می توانیم یک زبان دیگر را نیز انتخاب کنیم. و وقتی که لیست خود را به دست آوردیم، ما می توانیم بیشتر از یک نوت را در یک زمان انتخاب کنیم. و کارهایی مثل دیلیت، آن را استیکی کردن، پروموت کردن و پابلش کردن آن و غیره را انجام دهیم. پس من آن پابلش کانتنت را انتخاب می کنم و اپلای را کلیک می کنم. توجه کنید که استاتس برای نوت های انتخاب شده ما به آن پابلش به روز رسانی شده است. این آسان ترین جا برای مدیریت کانتنت می باشد. حالا همه نوت ها را انتخاب می کنید. ابتدا پابلش و سپس اپلای را کلیک کنید. فرقی ندارد اگر بعضی از آنها از قبل منتشر شدند. حالا همه کانتنت منتشر شده است. ما همچنین می توانیم یک نوت تنها را در اینجا ادیت یا دیلیت کنیم و یا گروهی از نوت را انتخاب و محتوا را حذف کنیم. مدیریت کانتنت در دروپل خیلی ساده است. فقط لینک کانتنت در نوار ابزار را کلیک کنید و این شما را به این صفحه می آورد. با استفاده از تب در بالا ما می توانیم کامنت از قبل داده شده را مدیریت کنیم و همچنین فایل که در هر فایل فیلد آپلود شده است. برای مشاهده تصویر را کلیک کنید و این در اسکرین باز می شود. برای دیدن اینکه تصویر در کجا استفاده شده است، لینک Places را کلیک کنید، این به ما لیست نوتس جایی که فایل استفاده شده است را می دهد. ما می توانیم Content، Comments و فایل از لینک Content در نوار ابزار Administration را مدیریت کنیم. حالا کامنت به یکی از نوت های ما اضافه می کنیم. من کامنت Great Note، Fantastic Content را اضافه می کنم. Save را کلیک کنید. چون ما به عنوان سوپر یوزر وارد شده ایم، همه چیز برای ما تایید شده است. ما در واقع نباید کاری کنیم. اگر شما کامنت را برای تایید تنظیم کنید، پس شما می توانید کانتنت کامنت را کلیک کنید و شما می توانید آنها را اینجا مدیریت کنید. به طور مثال انتشار کلی کامنت و یا آنها را از صفحه حذف کنید. مدیریت کانتنت کامنت و فایل همه از یک جا در دروپل انجام می شود. حالا یک نود را به روز رسانی کنید و یا در نود تغییراتی بدهید تا ببینیم ریویژن چگونه عمل می کند. لینک هوم را برای رفتن به هوم پیج کلیک کنید. کویک ادیت را در دروپل کمپ سینسیناتی کلیک کنید. کانتنت بیشتری به بادی این نود اضافه می کنید. There is another great camp in Columbus every October. سیف را کلیک کنید و حالا دروپل کمپ سینسیناتی را کلیک کنید و شما تب جدید ریویژنز را میبینید. ریویژنز را کلیک کنید و میبینید که ادمین این نوت را در 237 به روز رسانی کرده است و این current revision میباشد. نسخه قدیمی نیز در دسترس میباشد. با کلیک کردن آن ما میتوانیم نسخه قدیمی که پاراگراف دوم را ندارد را ببینیم. برای برگشتن revisions را کلیک کنید. سپس ما می توانیم نسخه قدیمی را revert یا delete کنیم. modules های دیگر می باشد که این را کمی آسان تر می کنند. ولی Drupal version control در آن ساخته شده کامل دارد. پس شما می دانید چه کسی و در چه زمانی تغییرات در نود را انجام داده است و شما می توانید هر موقع که بخواهید به آن برگردید. پس ورژن کنترل در دروپل در خود ساخته است و خیلی مفید می باشد. به پایان برنامه می رسیم، خلاصه می کنیم. در این برنامه ایجاد کردن کانتنت، منیجینگ کانتنت و ریویژنز را یاد گرفتیم.
این ویدیو مطابق اکوی آف و اویس ترینینگ می باشد و توسط سپوکن تیوتوریل پروژیکت IIT بامبی تجدید نظر شده است. ویدیو در لینک زیر خلاصه سپوکن تیوتوریل پروژیکت می باشد. دانلود و مشاهده کنید. تیم سپوکن تیوتوریل پروژیکت کارگاه آموزشی ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهی نامه می دهد. برای جزئیات به ما ایمیل کنید. بودجه Spoken Tutorial Project توسط NNEICT Ministry of Human Resource Development و NVLI Ministry of Culture دولت هند فراهم می شود. ترجمه و صداگذاری توسط شبنم اقبال خان. با تشکر از شما.